مادران فقط برای این غذا درست کردن نیستند، فقط برای اینکه مشکلات خانه را حل کنند نیستند، بلکه خانه را می توانند محل نزول رحمت الله تعالی قرار بدن. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید مثل البيت الذي يذكر الله فيه، خانه ای که الله تعالی در اون یاد می شوند، و البيت الذي لا يذكر الله فيه، الله تعالی در اون یاد نمی شود، مثل الحی و المیت، مثال زنده و مرده هست. در خانه ای که الله تعالی عبادت می شود و یاد می شود، اون خانه مثل زنده هست که رحمتهای الله تعالی را به طرف خودش میاره. مادر دعا میکند، پدر دعا میکنه، مادر تلاوت میکند، نماز میخوانند، اینها در حقیقت رحمتهای الله تعالی را در این خانه میارند. فرزندان مادر و پدر را در عبادت مشاهده میکنند، تشنه میشن، در آینده بهترین تصویر را میبینن، بهترین چیزی که گم شده اونهاست از درون خانه اون را حاصل میکنن. از این جهت خانه ما خانه ای باشد که در اون الله تعالی عبادت میشود. ان البيت الذي يذكر الله فيه، خانه ای که الله تعالی در اون ذکر میشود، این خانه لیضیء لأهل السماء، برای فرشته ها که اهل سما هستند از دور روشن هست، روشن میگردد، یعنی یک نوری از اون خانه میره بالا. کما تضیء النجوم لأهل الارض، چنانچه ستاره ها برای اهل زمین، زمین را روشن میکنند، منزلی که در اون عبادت میشود آسمان را این منزل روشن می کند، یعنی از درون این خانه نوری بالا می رود و فرشتگان الله تعالی می دانند که این نور از خانه ای بیرون می آید که اهل اون خانه عابدن، نمازگزارن، متقین، خدا ترسن. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه می فرمایند ان البيت لیتسع علی اهله، این خانه بر اهل خودش وسعت پیدا می کند، بزرگ میشه. و تحضره الملائکه و تهجره الشیاطین، فرشته ها در اون خانه وارد میشن، شیاطین اون خانه را رها میکنند. و یکسر خیره، و خیرش هم زیاد میشود. این کدام خانه هست؟ ایقرأ فیه القرآن، خانه هست که در اون قرآن تلاوت بشود. ما امروزه در بزرگ کردن خانه ها هستیم در حالی که در اونها عبادت نیست. خانه ای که اگرچه وسیع و بزرگ باشد، اون خانه وقتی در اون عبادت نمی شوند، جنات، شیاطین، اینها میان در اونجا، اون خانه را بر اهلش تنگ می کنند، مانع خیر می شوند، مانع ورود فرشته ها می شوند، و اون خانه در حقیقت یک زندانی می شوند بر صاحب خودش. خانه ای که کوچکه اما در اون خانه عبادت می شوند، تلاوت می شوند، اونجا الله تعالی مناجات می شوند، اون برای صاحب خودش وسیع میشه. فرشتگان الله تعالی اونجا حضور پیدا میکنن، اما شیاطین اون خانه را رها میکنن. و چیزی دیگری که ما خانه های خود را با اون بسازیم، اون این هست که خانه ما مهمان داشته باشه، اما مهمانان ما انسان های متقی و پرهیزگار باشند. هر انسان نادرستی به خانه ما را پیدا نکند. گاهی اوقات وقتی پدران عموما مهمانها را پدران میارن، پدران وقتی که صالح و نیک نیستن، رفقای صالح خوبی ندارن، انسانهایی را که با دین سر و کاری ندارن در منزل میارن، اینا در حقیقت این رونق منزل را از بین میبرن، خیر و برکت منزل را از بین میبرن. بلکه مهمان خانه باید اهل اصلاح باشد، انسانهای نیکی باشند، انسانهای متقی باشند، تا فرزندان اونها را ببینند، در آینده به اونها اقتدا کنند. بزرگ واقعی ذکر می کند، میگه پدر من وقتی مسجد می رفت خیلی مختصر نماز می خواند، اما وقتی خانه می آمد نمازهای طولانی می خواند.
بعد ازش پرسیدم شما مسجد نماز را خیلی مختصر میخوانید، اما وقتی که منزل میایید نماز شما خیلی طولانی هست. میگه ما در منزل مقتدا هستیم، فرزندان به ما اقتدا میکنند که ما نماز را وقتی درست بخوانیم، آرام بخوانیم، اونها فردا مثل ما نماز میخوانند. اگر ما با عجله نماز بخوانیم یا بر نماز ما به اصطلاح طمانیت و آرامشی نداشته باشیم، فرزندان ما خیال میکنند نماز امین هست. ما مقتدای اهل اولاد خودمان در منزل هستیم. اخلاق ما، مرام ما، برخورد ما، اینا همه بر فرزندان ما تأثیر میذارد.